حدود 70 تا اسم در قرآن برای قیامت ذکر شده. خداوند تبارک و تعالی عنایتی داشته که یک جریان واحدی رو با 70 تا اسم خطاب کرده. بالاخره یه قیامت که بیشتر نیست، اما چرا 70 نام براش گذاشته؟ این یک دلیلی داره که حالا عرض خواهم کرد. بعضی از این اسامی تا 30 بار 40 بار تو قرآن تکرار شده. یوم التقابن، یوم الحسره، یوم مثلا یفر المرء من اخیه، یوم یعز الظالم علی یدیه. خداوند تبارک و تعالی در قالب این اسم ها خاصه جریانات قیامت رو منعکس کنه، بگه مثلا چه اتفاقاتی اون روز میفته. برای اینکه این اتفاقات رو بیان کنه اومده با این اسما گفته. وقتی میگه یوم تقابن، روز غبن و ضرر، میرسونه که همه اونجا احساس خسارت میکنن. وقتی میفرماید یوم الحسره، میرسانه که همه اونجا حسرت میخورن. امروز بحث من رو این اسمه، یوم الحسره. یوم الحسره یعنی روزی که ارزش اعمال آشکار میشه. آدم میگه اه چقدر این کار ثواب داشت، ما انجام ندادیم. قبح گناه ها آشکار میشه، آدم میفهمه اه عجب، غیبت، تهمت، اینا اینقدر انعکاس داشت. یوم الحسره چرا به قیامت میگن؟ چون روز آشکار شدنه. حسره یعنی همه موانع کنار میره، آدم میبینه. به عبارت دیگر میگن حسرت خودملامتگریه، معنای حسرت. یه وقت خود آدم یه کاری رو باید انجام بده نمیده، اینو میگن حسرت. میگه کاش انجام میدادم، اینو میگن حسرت. یا نباید انجام بده انجام میده، میگه کاش انجام نمیدادم. حسرت در یک کلمه تأسف خوردن بر گذشته است، از اون چه که آدم نباید انجام بده و داده، و از اون چه که باید انجام بده و انجام نداده، اینو میگن حسرت. به قرآن میفرماید و انذرهم یوم الحسره، پیغمبر به مردم بگو قیامت روز حسرت است. و انذرهم یوم الحسره، وقتی مردم میان به صحرای محشر، ارزش اعمال، ثواب اعمال، ارزش کارها رو میبینن. دارد کسانی که مثلا ازشون میامد زیارت امام حسین برن و نرفتن، وقتی میان میبینن عجب زوار قبر حسین روز عاشورا بر بقیه برتری دارن، روز عاشورا چهرهشون نورانیه، حسرت میخورن که چرا ما در دنیا بودیم و نرفتیم زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام. وقتی اهمیت نماز رو میبینن، وقتی اهمیت روزه رو میبینن، وقتی اهمیت اعمال خیر رو میبینن، حسرت میخورن. این سوره زمر رو نگاه کنید، آیه قرآنه، میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. همین یه آیه رو من معنا کنم، سوره زمر آیه 56 به بعد میگه مردم وقتی میان در صحرای محشر، یکی از حرفایی که همه میگن همینه، میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. وای بر ما، چقدر ما در حق خدا کوتاهی کردیم. فی جنب الله، فرطت تفریط یعنی کوتاهی، چقدر ما در حق خدا کوتاهی کردیم، چقدر فرصت از دست دادیم، چقدر کار ازمون میومد و انجام ندادیم، چقدر جاها میشد بریم و نرفتیم، چقدر جاها میشد نریم و رفتیم. یا حسرتا، این قصه رو من گاهی تو منبرا گفتم، البته این تشبیه، یه کسی فرماندهی لشکریانش را از بیابانی عبور میداد
شب تاریک و ظلمانی رسیدن به یک بیابانی که زیر پاشون شن و رمل و اینا پیدا نبود. چیه؟ به یارانش گفت هر چه میتوانید از اینها جمع کنید، به دردتون میخوره. مردم سه دسته شدن، یه عده گفتن خب ایشون لابد سرش میشه، عقلش میرسه، فرمانده است، تجربه داره، میگه اینا رو جمع کنید لابد به درد میخوره. هر چی داشتن، کوزه، کاسه، کیسه، جیب پر کردن. یه عده هم گفتن آقا برو بیکاری، مگه حالا تو این تاریکی خودمونم رامون پیدا نمیکنیم، حالا یه مش اینا رو هم جیبمون برزیم سنگین شیم. اصلا دست نبردن. یه عده هم همیشه اینطورن، دوگانن، یعنی همیشه دل همه رو به دست میارن. گفتن هم زور زیادی نزنیم، هم حرف این بابا رو گوش کرده باشیم. اینا هم گفت خب حالا ما یه مشور میداریم، بالاخره اگه به درد میخورد که اقلا دست خالی نباشیم، اگرم به درد نمیخورد میروزیم دور. خیلی زور نزدیم که این داستان داره. وقتی که صبح آمدن توی روشنایی، دیدن اینا همه در و طلا و نقره بوده، میگه همه تو سرشون میزدن. اون که هیچی بر نداشته بود میگه من که بدبختم، خالی خالی. اون که یه مش بر داشته بود میگه این به چه دردی میخوره، این چیزای با این ارزش آدم یه مش بر میداره. اونام که خیلی بر داشته بودن باز غصه میخوردن، میگفتن کاش باز یه خورده دیگه تو این جیبمون زورکی ریخته بودیم، یه خورده دیگه کاسه کوزه همرامون بود. قیامت اینه. حالا سوال، آدما روز قیامت به چی حسرت میخورن؟ امیر بیان، امیر والایی ها و نیکی ها، علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود انا حسرت الناس یوم القیامه. یکی از چیزایی که مردم بهش حسرت میخورن روز قیامت ولایت منه. وقتی نگاه میکنن به پیروان علی چه مقامی دارن، چه جایگاهی دارن. خود حضرت فرمودا، این کلام امیر المومنینه، گفتن آقا بیشترین چیزی که مردم حسرت میخورن چیه؟ فرمود انا حسرت الناس یوم القیامه. من باعث حسرتم، به این معنا که وقتی مردم عظمت منو میبینن، جایگاه منو میبینن، اونهایی که با من نبودن حسرت میخورن. خب خدا رو شکر ما این حسرت رو انشاءالله روز قیامت نخواهیم داشت. این حسرت اونایی باید بخورن که به جای امیر المؤمنین علیه السلام در خانه دیگران رفتن، به جای مکتب علی ابن ابی طالب مکتب دیگران رو ترجیح دادن. فرمود من حسرت مردم در روز قیامت هستم. خدایا به هممون توفیق ولایت اهل بیت، دوستی اهل بیت، توفیق گام برداشتن در مسیرشون رو عنایت بفرما.